روز 3 بهمن اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ارتجا گفت رژیم در وضعیت دشوار و خطیری قرار گرفته است. بودجه، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط زیست به مسائل جدی کشور تبدیل شده و مجموعه چالش‌ها و ابر چالش‌هایی وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود. جهانگیری افزود برای اداره کشور در مقطع کنونی که در شرایط دشوار و خطیری قرار گرفته ایم، دشمنان را به سوی همه دلسوزان دست دراز می‌کنیم. اذعان جهانگیری به ابر چالش‌ها در کنار اعترافیه کارگزار حکومتی از باند خامنه‌ای در تلویزیون رژیم عمق ورشکستگی نظام را به نمایش می‌گذارد. در عرصه اقتصاد ما عمق حکمرانی نداریم. یعنی شما می‌بینید مثلا سال‌ها بانک مرکزی ما میگه که اساساً مؤسسات مالی اعتباری رو من نمی‌دونم چند تاست. فقط اونجا نرید. یا مثلا دولت سال‌ها میگه من تعداد شرکت‌های دولتی رو مجلس میگه من نمی‌دونم چند تاست. مجلس ما بودجه‌ای که تصویب می‌کنه نمی‌دونه چه عددی رو داره تصویب می‌کنه. مثلا 450 هزار میلیارد یا 600 هزار میلیارد یا چه عددی. این نشون دهنده اینه که ما عمق حاکمیتمون در عرصه اقتصاد بسیار پایینه. و در دعواهای سهم‌خواهی بر سر بودجه 98 روشن می‌شود عمق این حاکمیت اقتصادی به زیر صفر رفته است. در دولت 11 آیه طیب نیا اعلام کردند دولت 700 هزار میلیارد تومان بدهی داره. خب این بدهی از کجاست؟ همین بدهی است که ما داریم همینطور اضافه میکنیم و بعد مشکلاتش برای آیندگان ما است، برای دولت آینده است. حالا دولت آینده چه اصولگرا باشه چه اصلاح طلب از هر طیفی باشه، با این همه بدهی که در این دو دولت و در دولت‌های قبل ایجاد شده قطعاً نمیتونه کمر راست بکنه. آخوند منتجب نیا هم در روز اول اسفند به وجه دیگری از اقتصاد به تاراج رفته در نظام اذعان کرد و نوشت با تأسف باید بگویم سوء استفاده و اختلاس به امری عادی بدل شده و قبح خیلی از مسائل در جامعه ریخته است. آنقدر در کشور دولت در دولت داریم که دولت جمهوری اسلامی یکی از این دولت هاست. همه خواص مطلعند که اختیارات رئیس جمهور و دولت به 30% هم نمیرسد. روزنامه ابتکار از باند روحانی در سرمقاله روز اول اسفند خود با نگرانی از هراس و ابهام از سرنوشت نظام در سال آینده نوشته است قرار گرفتن در جنگ اقتصادی عبارتی است که این روزها از زبان اکثر مسئولان شنیده می شود. گزاره‌ای که البته بدون بیان و اقدام راهکارهای منطقی و کارشناسی این روزها اسیر هیجان در اظهار نظرها و حتی اقدامات مسئولان شده است. بالا رفتن قیمت‌ها و فشار اقتصادی بر مردم باعث شده که پایان سال جاری با هراس و ابهام از سرنوشت شرایط در سال جدید همراه باشد. این روزنامه در ادامه بر بیراه حلی نظام اذعان کرده و از جمله نوشته است در این بین هیچ طرح و راهکار کارشناسی برای برون رفت از این وضعیت ارائه نشده است. این نقد البته تنها به یک طیف خاص در نهادهای تصمیم گیر معطوف نمی شود.